شقایق نوروزی بازیگر و فعال حقوق زنان از بارسلون با ما هستن وقتتون به خیر خانم نوروزی هنرمندان بسیاری در جریان خیزش محصا و اعتراضات دیگر به دلیل ایستادن کنار مردم هزینه میدن از برخوردهای مشابه با هنرمندان چی میدونین و فکر میکنین حکومت چرا به چنین کارهای متوسل میشه بله کاملا درست میگید من حقیقتا باور دارم که همپای اهمیت کاری که زنان در خیابان دارن انجام میدن با نپذیرفتن حجاب اجباری برای اینکه ایده جنبش و نه فقط تصویرش زنده بمونه کاری که زنان هنرمند هم این روزها دارن انجام میدن به کرات ما شاهدش بودیم علاوه بر تمام تهدیدها ادامه دادند و زن هنرمندی پس از زن هنرمند دیگری سر باز زد از اینکه در محافل عمومی حجاب اجباری رو به به همون میزان به باور من مهم هست این کاری که داره انجام میشه توسط زنان هنرمند برای اینکه جان این جنبش زنده بمونه و حتی قدرتش رو در واقع بازسازی بکنه این اتفاقی که برای باران افتاد واقعا فقط یکی از نمونه سرکوب هایی هستش که این اواخر اتفاق افتاد علیه زنان هنرمند خب باران واقعا اولین بار هم نبود که مقاومت سیاسی کرد سال هاست که این کار داره انجام میده باز فقط به عنوان یک نمونه از زنان هنرمندی که در ایران دارن باز پس میگیرن مسئولیت سیاسیشون و من میدونم که از 88 در واقع بارها مورد تهدید قرار گرفت همین اتفاق ممنوع و کاری براش افتاد به زندگی و اقتصادش فشارهای زیادی تحمیل شد و این مهمه که به این بخشش هم نگاه بکنیم که علاوه بر در واقع واقعا زندگی اقتصادی بسیاری از زنان و سلامت روحیشون رو مختل میکنه این کاری که جمهوری اسلامی و در واقع نهادهای امنیتیش با فضای هنر و زنان هنرمند میکنن و از این جهت واقعا این مقاومت به باور من ارزشمنده ستودنی کاری که داره انجام میشه جانگیر کوسری کارگردان فیلم رگهای آبی و پدر باران گفته خودش شخصا این فیلم رو به جشنواره تورنتو میبره فکر می هنرمندان چه راههایی بر ایستادگی در برابر فشارهای حکومت دارن دقیقا همین مثالی که خودتون زدید الان دقیقا کاری که آقای در واقع کوسری تصمیم گرفتن و این یک شیوه شد به ویژه بعد از قیام زن زندگی آزادی یعنی واقعا قیام زن زندگی آزادی در ابعاد بسیار زیادی از در واقع مسائل جامعه مدنی ما تاثیر گذاشت یکیش اتفاقا تو حوزه سینما و هنر بود و اینکه در واقع قانع شد در واقع بخش هنری خارج از اون مرزهای استبدادی در کشورهای دیگه که نگاه بکنه به سینمای مستقل به سینمایی که در حسره به سینمایی که داره سرکوب میشه بعد از زندگی آزادی اگر خاطرتون باشه بسیاری از جشنواره‌های بزرگ تمام آثاری که از سمت جمهوری اسلامی در واقع بودجه داده شده بود یا در واقع ساپورت شده بود کنار گذاشتن اصلا حتی قرفه من میدونم که در کند و برلین اجازه داده نشد به در واقع نهادهای فیلمسازی وابسته به جمهوری اسلامی داده بشه. چیزی که قبلا خیلی عادی داشت انجام میشد و به جاش تمام این فیلم های در حصر نمایش داده شد فقط در صحت اجرا هم این اتفاق نیفتاد خود بخش ساخت اثر هنری هم رفت سینمای ایران به سمت سینمای زیرزمینی که بسیار اتفاق مهمی است بنابراین من فکر می که دوباره نگاه کنیم که از دل تمام این تلخی ها مثل همین مثال جوانه های هستش که از بعد از تبر زدن های سیستم سرکوب راهشون رو پیدا میکنن در سینما این اتفاق واقعا افتاد و امیدوارم که این مقاومت در واقع شیوه های مقاومتی که هنرمندان سیاسی با نگاه های سیاسی اجتماعی و مسئولیت پذیر در واقع دارن پیدا میکنن مثل همون سینمای زیرزمینی مثل مسئله جشبارهای مستقل نمایش دادن آثار خارج از اون مرزها این ادامه پیدا بکنه و حتی خلاقانه تر و گسترده تر هم بشه ممنون از شما شقایق نوروزی بازیگر و فعال حقوق زنان که از بارسلون با ما بودید